وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه برای شرکت در مراسم امضای توافقنامه کنترل تغییرات آب و هوایی عازم آمریکا شده. این مراسم قرار است در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک برگزار شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری‌های داخل ایران گفته محمد جواد ظریف در این سفر با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره اجرای توافق جامعه هسته‌ای گفتگو خواهد کرد. وزارت امور خارجه ایران روز گذشته در گزارش 3 ماهه‌اش به مجلس شورای اسلامی درباره اجرای توافق اتمی از آمریکا به دلیل آنچه که بهانه تراشی، کارشکنی و تعلل در لغو تحریم‌ها دانست انتقاد کرد. همکارم گیتا آریان از وزارت خارجه آمریکا در شهر واشنگتن با ماست. گیتا، آیا این انتقاد ایران که آمریکا بهانه تراشی و تعلل در لغو تحریم‌ها می‌کنه موجهه؟ اینطور که مقام‌های آمریکا میگن واشنگتن به قول خودش عمل کرده که تحریم‌های در رابطه با برنامه اتمی ایران رو لغو کرده. با لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد در این رابطه موافقت کرد. بعد تحریم‌های خودش رو به حالت تعلیق در آورد. باز تحریم‌های در رابطه با برنامه اتمی. بعد از روز اجرایی شدن توافق و حتی قبل از اون دیدیم که شرکت‌های خارجی به تهران سفر می‌کنن و دارن شروع می‌کنن صحبت در رابطه با معامله و حتی هفته گذشته هم شنیدیم که نمایندگان شرکت بوئینگ آمریکا در تهران بودن. یک مسئله دیگه این که حتی ایران الان دسترسی به استفاده از سیستم سویفت داره که نقل و انتقال ارز رو تسهیل و تسریع میکنه. بنابراین آمریکا میگه به قولاش عمل کرده، زیرا که این کارها قبل از ژانویه امکان پذیر نبود برای ایران. اما از طرف دیگه حالا شاید منظور ایران این باشه که میخواد دسترسی به دلار داشته باشه، یعنی پول رو تبدیل به دلار بکنه و برای این کار باید از طریق نظام مالی آمریکا این کار رو بکنه. نگار، پس همونطور که گفتی در واقع این بهانه تراشی ارتباطی با لغو تحریم ها نداره و در واقع تمایل ایران به دسترسی به نظام مالی آمریکاست؟ به نوعی بله، احتمالاً همینطور باشه. همینطور که این دو روز گذشته در تهران آقای ظریف وزیر خارجه ایران که به همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود، گفتش که داره با ایران با اروپا دارن فشار میارن به آمریکا که چنین چیزی رو آمریکا اجازه بده و امکان پذیر بکنه. اما مقام‌های آمریکا به دفعات گفتن که نه، حاضرن که اجازه بدن ایران پولش رو به هر ارزی که باشه تبدیل به دلار بکنه و یا از سیستم مالی آمریکا استفاده بکنه. همین هفته پیش هم بود که جکلو و معاون او گفتن که چنین چیزی رو قبول نمی‌کنن، تاکید روش گذاشتن و حالا تا عملاً ببینیم که در آینده آیا این فشار ایران و اروپایی‌ها نتیجه بخش خواهد بود یا نه. ممنون گیتا آریان که از وزارت خارجه آمریکا با ما بود.